دفاتر، مراکز و مؤسسه های وابسته به مرجع عالیقدر قدر آیت الله العظما صادق شیرازی در شهرها و کشورهای مختلف جهان مانند سالهای گذشته مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را با شکوه تر برگزار می کنند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. وبسایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر قدر آیت الله العظما شیرازی از برگزاری مجلس اعضای امام حسین علیه السلام از شب اول ماه محرم الحرام 1445 هجری در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خبر داد. به نوشته این وبسایت این مراسم در دو نوبت صبح و عصر به زبانهای فارسی و عربی برگزار می گردد. و صدها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام و مقلدان مرجعیت در آن شرکت می کنند. در این مراسم که آیت الله العظما سید صادق شیرازی نیز حضور می آبند ده ها تن از علما فقها فضلا خطبا طلاب علوم دینی و فعالان شیعه حضور مییابند در همین حال مؤسسه ائمه الهدا در کشور نیجریه حسینیه آل یاسین در سیدنی استرالیا حسینیه مهدیه در شهر آتن یونان حسینیه بیت الحسین در شهر ملبورن استرالیا هیئت ابیزر قفاری در لبنان مرکز ام در کشور ماداگاسکار حسینیه متوسلین به حضرت فاطمه زهرا و حضرت خدیجه کبرا، سلام الله علیهما در کشور سوئد حوزه علمی سید و شهده در شهر مقدس کربلا، حسینیه قصر و زهرا در شهر مقدس کازمین، حسینیه از زهرا در شهر سنابس عربستان، حسینیه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله در کشور کویت، هیئت یال از سارات الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و مرکز اهل بیت علیه مسلم در ماداگاسکار از جمله برخی مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظما شیرازی در نقاط مختلف جهان هستند که در این ایام به تعظیم شاعر حسینی علیه السلام می پردازند. ناگفته نماند دیگر مراکزی در کشورهای کانادا، ایالات متحده ای آمریکا، سوریه، افغانستان، پاکستان، هند، بحرین، ایران، دانمارک، انگلیس و برخی دیگر کشورهای جهان هستند که آنها نیز مانند دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله لزما شیرازی با عمل به ها و رهنمودهای معظم الله در ایام ماه محرم الحرام به برپایی مراسم با شکوه عزاداری امام حسین علیه طالم تلاش می‌کنند و اقدام می‌ورزند فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه